با نام و یاد خداوند. سرخط مهمترین خبرها از افغانستان، جزئیات کامل از انفجار قدرتمند امروز در شهر کابل، انتقاد شدید اردوغان از تصمیم طالبان، محاکمه صحرایی 4 فرد توسط طالبان در تخار. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. انفجار در نزدیکی وزارت خارجه طالبان، گفته می شود که بیشتر از 20 نفر کشته و یا زخمی شدند. یک از شاهدان عینی انفجار امروز چهارشنبه 21 جدی در نزدیکی ورودی وزارت خارجه طالبان می گوید که در این انفجار بیشتر از 20 نفر کشته و یا زخمی شدند. مسئولان طالبان تا هنوز آمار در این زمینه ارائه نکردند. منبع که یک از کارمندان وزارت خارجه طالبان است بر روزنامه اطلاعات روز گفته است که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده است. با گفته او، مهاجم انتحاری هنگام خروج کارمندان از محوطه وزارت مواد انفجاری همراهش را منفجر کرده است. او گفته است که بیشتر از 20 نفر کشته و زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند که بیشتر قربانیان را کارمندان وزارت خارجه طالبان هستند. این کارمند وزارت خارجه میگویند که از مدتی به این سو جاده وزارت خارجه برای همه وسایط بسته شده بود و حتی اشخاص عابر حق عبور از جاده مقابل این وزارت را نداشتند و تنها کارمندان با کارت هویت می توانستند که از این ساحه عبور کنند. با گفته او، روشن نیست که مهاجم انتحاری چگونه خود را به دروازه وزارت طالبان رسانیدند. احمدالله متقی، یک از کارمندان بخش مطبوعات دفتر نخست وزیر حکومت طالبان، هم میگوید که یک مهاجم انتحاری که قصد داشته وارد وزارت خارجه شود، پیش از رسیدن مواد همراهش را انفجار کرده است. به گفته او، انفجار حین رخصتی کارمندان وزارت خارجه طالبان رخ داده است. با این حال وزارت داخلی طالبان وقوع این انفجار و تلفات ناشی از آن را تایید میکند، اما آمار دقیق را تا هنوز ارائه نکردند. در تصویر منتشر شده در شبکات اجتماعی دیده می شود که چندین نفر روی جاده افتادند. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته. باید افزود که بعد از حاکمیت طالبان مسئولیت حملات را عمدتاً گروه داعش بر عهده گرفته است. و گزارش دیگر این که رجب طیب اردوغان میگوید بستن دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان غیر انسانی و غیر اسلامی است. رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از دستور گروه طالبان به خاطر بستن دانشگاه‌ها برای دختران گفته است که این کار غیر انسانی و غیر اسلامی است. رئیس جمهور ترکیه در ادامه درباره بستن دروازه‌های دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان گفته است که مفهومی که دختران به ویژه زنان با حجاب را از یادگیری در دانشگاه‌ها و مکتب‌های افغانستان باز می‌دارد غیر انسانی و غیر اسلامی است. او در ادامه افزوده است که دختران در افغانستان باید آموزش ببینند. هیچ کس نباید اسلام را به ما به عنوان دلیل ممانعت آموزش دختران تعریف کند. اسلام چنین چیز را نمیپذیرد. و گزارش دیگر از تخار این که طالبان در تخار 4 نفر را به اتهام قماربازی پیش از محاکمه شلاق زدند. برخی از ساکنان ولایت تخار میگویند که طالبان 4 نفر را به اتهام قماربازی بدون محاکمه در ملای عام شلاق زدند. یک از باشنده محل که در بازار ولسوالی دکان دارد بر روزنامه اطلاعات روز گفته است که این افراد حوالی ساعت 3 بعد از 4 روز گذشته سه شنبه 20 جدی به اتهام قماربازی از یک منزل مسکونی در مرکز این ولایت بازداشت شدند. به گفته او، طالبان این افراد را در یک دادگاه صحرایی محاکمه و در ملای عام شلاق زدند و سپس به شهر طالقان مرکز تخار انتقال دادند. باید افزود که مبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت تخار، بازداشت این افراد را تایید می کنند و می گویند که از نزد آنها چندین ست موبایل، 1 میل تفنگچه، سیگرت و مقدار هیروئین به دست آمده است. آقای صافی قماربازی را حرام خوانده و گفته است که با مجرمین مطابق احکام اسلامی برخورد خواهد شد و به گفته او پرونده این 4 نفر به نهادهای عدلی و قضایی طالبان سپرده شده است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد 3 خبر مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.